ادعاهای جدید دونالد ترامپ درباره ایران من ایران را تحت کنترل قرار دادم ضربه محکمی به آنها زدم و آنها باید پاسخ میدادند از نظر روانی باید پاسخ میدادند تا به مردم خود قدرت نشان دهند و من این را فهمیدم آنها به من اطلاع دادند که نزدیک یک پایگاه مشخص حمله خواهند کرد و 18 موشک پرتاب کردند که همه شکست خوردند التماس کردند که به آنها حمله نکنم به من گفتند لطفا به ما حمله نکنید دونالد ترامپ در مصاحبه دیشب خود با شبکه فاکس نیوز با انتقاد از جو بایدن مدعی شد که سیاست خارجی وی آمریکا را به جنگ جهانی سوم سوق داده و در نه ماه باقی مانده از زمامداری وی ممکن است بسیار از مشکلات دیگر هم پیش بیاید رئیس جمهور پیشین آمریکا در این مصاحبه مدعی شد ایران در شست روز آینده به یک سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت هشدار فوری هم این بودی که آژیر خطر در سراسر ایران رو ما فعال کردیم خامنه ای کول بار سفر به جهنم را میبندد اگر من رئیس جمهور شوم خامنه ای در تله بایدن افتاده با او مماشات کرده اما به زودی من میایم و همه چیز را بر سرش خراب میکنم اون نراه پس دارد و نراه پیش ترامپ گفته کشورمان آشفته و مرزهای ما باز و ناامنند نه ماه زمان زیادی است احتمال زیادی وجود دارد که در این مدت جنگ جهانی سوم رخ دهد چون فردی بر سر کار است که کار خیری انجام نمی دهد. وی با متهم کردن بایدن و اینکه مسبب درگیری های جاری در جهان است افزود برایش احترام قائل نیستند در سراسر جهان به او خندند و در کارش موفق نیست ترامپ در این مصاحبه مدعی شده زمانی که بر سر کار بود ایران پولی نداشت که در اختیار این گروه ها قرار دهد از زمانی که بایدن بر سر کار آمده شبه نظامیان مورد حمایت ایران آنچنان جسور شدند که در اردن حمله انجام دادند و سربازای آمریکایی را حذف کردند ترام گفت او یعنی بایدن اجازه داده که چنین اقدامی انجام دهند ترام گفته 100 درصد به آمریکا حمله می شود. دونالد ترام در پاسخ به سوال خبرنگار فاکس نیوز مبنی بر اینکه آیا بر این باور است که مهاجران چینی که از مرز جنوبی ایالات متحده وارد این کشور می شوند، تحت دستور حزب کمونیست چینی کار را انجام می دهند گفت بله به نظر من این چنین است او افسوده به باور من ما صد در صد متحمل حمله خواهیم شد در زمان ریاست جمهوری من هیچ حمله ای انجام نگرفت در زمان من ورود افراد به آمریکا از کشورهای خاصی ممنوع شده بود اما ما هیچ حمله ای را متحمل نشدیم ترام گفت کشورهای آشفته و مرزهای ما باز و ناامنند نه ماه زمان زیادی است احتمال زیادی وجود دارد که آمریکا وارد جنگ جهانی سوم شود ترامپ در این مصاحبه بار دیگر مدعی شد که احتمال وقوع یک حمله جنایتکارانه در آمریکا 100 صد درصد است جمعی از دانشجویان و دانش آموزان معترض در ایران تعدادی از زندانیان سیاسی در اوین و زندان قزلحصار شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان، جمعی از فعالان حقوق زنان و جمعی از خانواده های قربانیان اعتراضات آبان در نامه ها و بیانی های جداگانه به نداهن ناشف معاون کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که مراقب باشد. برای حاکمان مشروعیت دروغی نسازد چون جمهوری اسلامی تلاش دارد با سوء استفاده سفر او به ایران روی جنایت های متعدد خود سرپوش بگذارد. پیشتر نیز 26 نهاد حقوق بشری خواهان تعویق سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی شده بودند. جمعی از دانشجویان و دانش آموزان از سراسر کشور در نامه سرگشاده خطاب ندان نوشف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر گفتند ما شک نداریم حکومت در تلاش است تا با سوء استفاده از حضور شما در ایران روی جنایت های متعددش سرپوش بگذارد. در نامه دانشجویان و دانش آموزان معترض ایرانی خطاب به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده صدای ما دانشجویان و میلیون نفر از مردم تحت ستم و سرکوب در ایران را در شرایطی میشنوید که رژیم جمهوری اسلامی امروز توسط ما و اکثریت مردم به عنوان یک رژیم جنایتکار و اشغالگر شناخته می شود و ما در حال مبارزه هر روزه با این حکومت هستیم مبارزه در عباد مختلفی که از حق پوشش تا حق زندگی را شامل می شود. نویسندگان این نامه جمهوری اسلامی را حکومت جنایتکار می نامند و میافزایند جنایت و ارتکاب و از بین بردن شهروندان در خیابان به وسیله مهمات جنگی مجروح کردن آنها و معترضان به صورت هدفمند و تعرض به زنان و کودکان در زندانها اعدام مخالفین و معترضان سیاسی تحمیل حجاب اجباری به زنان و بسیاری دیگر که یاد کردن از تمام آنها در این نامه ممکن نیست همه و همه اتفاقاتی است که ما روز و شبمان را به ویژه در شانزده ماه گذشته با آنها سپری کردیم. در این نامه با اشاره به اینکه حتی در طول نگارش و جمعآوری امضا نیز سپاه پاسداران یک دانشجوی معترض به نام سپهر شیرانی را که به دلیل فعالیت در اینستاگرام در بازداشت اطلاعات سپاه بود از بین برد تاکید می شود که علاوه بر بیش از چهار ده سرکوب طی شانزده ماه گذشته از آغاز انقلاب زن زندگی آزادی رژیم اسلامی حداقل 18 تن از معترضان رو اعدام کرده و ده ها نفر دیگر را در صف اجرا و با دریافت حکم اعدام قرار داده است. فعالان دانشجویی و دانش آموزان معترض به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآوری میکنند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر و در آستانه سفر او به ایران موج اعدام ها را گسترده تر کرده و داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، محمد قبادلو، پشمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آزرا را با وجود اعتراض مردم در داخل و خارج از ایران اعدام کرد. آنها در ادامه می که از ندا ناشف، معاون کمیساریا یا لی حقوق بشر و همچنین سازمان ملل توقع دارند که هیچ اعتمادی به حکومتی که خود سازمان دهنده تمام این جنایت هاست نداشته باشند. و با رسوا کردن این جنایت ها در مجامع بینون به نوبه خود نقش موثری در تغییر این وضعیت ضد انسانی در ایران ابقا کنند. در بخش از این نامه فهرست از ها و خواسته های دانشجان و دانش آموزان معترض از معاون کمیساری های عالی حقوق بشر ذکر شده و از جمله آمده ما خواهان این هستیم که شما با زندانیان سیاسی که در زندان های تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان هستند و همچنین خانواده های زندانیان سیاسی دیدار داشته باشید. آنها در این نامه همچنین از ندا ناشف میخواهند که با خانواده های دادخواه که عزیزانشان توسط جمهوری اسلامی از بین رفتند به ویژه خانواده محسا امینی، خانواده آرمیتا گراوند و سایر خانواده های معترضان قربانی در جریان خیزش سراسری سال 1401 اعتراضات آبان 98 و خانواده های دادخواه قربانیان هواپیمای اوکراینی در ایران دیدار کند. دانشجویان و دانش آموزان معترض از معاون کمیساریای حقوق بشر میخواهند که با آسیب دیدگانی که با حمله نیروهای سرکوب دچار نقص و عضو شدند گفتگو و دیدار کنند در بخشی از این نامه از نرناشف خواسته شده که با دانشجوان و دانش آموزان محروم از تحصیل و آسیب دیده در جریان خیزش زن زندگی آزادی و با معلمان معترض و زندانی دیدار کنند همزمان ده زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل که اعلام کردند هر شنبه اعتراض به ها در زندان اعتصاب غذا خواهند کرد نیز در نامه سرگشاده به ندان ناشرف از او خواستند در سفر به ایران از زندان قزل دیدار کند این زندانیان در نامه خود منتشر کردند و گفتند زندان قزل حصار مرکز اصلی زندانیان زیر حکم اعدام و محل اجرای این حکم غیرانسانی است در مورد زندانیان استانهای تهران و البرز هم همچنین است بیشتر نیز شورای فرهنگی و تشکلهای سنفی فرهنگیان در بیانی های خطاب به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفتند شما اگر مادران قربانیان اعدامیان معلمان و دانش آموزان، دانشجویان اساتید دانشگاه کارگران زندانیان در صف اعدام سلولهای انفرادی کودکان محبوس و زنان محروم از زندگی و حق انتخاب در زندانها را نبینید رنج سفر به ایران را بر جان خویش نخرید و برای حاکمیت مشروعیت دروغین نسازید